سلام دوستان، تو جلسه قبل تا ابزار ریشیپ تول براتون توضیح دادم. این بار سراغ ابزار وید تول میرم. خب قبل از اینکه این ابزار رو توضیح بدم، اول یک مستطیل ترسیم میکنم و بعد ابزار وید تول رو انتخاب میکنم. شورتکاتش شیفت W هستش، یعنی اگر شما شیفت و W رو روی کیبوردتون بگیرین مستقیما به این ابزار دسترسی پیدا میکنید. خب حالا به چه دردی میخوره؟ کار اساسی این ابزار روی حاشیه اشکالتون هست. اگر به شکلی حاشیه داده باشین، کافی این ابزار انتخاب کنید و برین سراغ حاشیه ها و شروع کنید به میبینید؟ میتونید اون حاشیه ها رو بهش فرم بدین. میتونید رو هر قسمت از حاشیه‌تون کار کنید و روش تغییرات ایجاد کنید. خب همینطور که میبینید، هر جایی از این حاشیه شکلتون رو انتخاب کنید و بکشید، اون حاشیه ضخامتش کم یا زیاد میشه. شاید دوست داشته باشین که دو طرف حاشیه‌تون ضخامت یکسانی نداشته باشه، یعنی این قسمت بالایی ارتفاع بیشتری بگیره و این پایینی کمتر. برای این کار کافیه دکمه Alt رو از روی دکمه کیبورد فشار بدین و یکی از این نقاطی که مربوط به حاشیه‌تون میشه رو کلیک کنید و جابجا کنید. ببینید؟ میتونی کاری کنی که ضخامت دو طرف یکسان نباشه و همینطور میتونید هر نقطه از حاشیه‌تون رو که ضخامتش رو تغییر دادین رو سلکت کنین و جابجاش کنین. حالا اگه دکمه شیفت رو نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ بیایم امتحان کنیم. میبینید؟ وقتی دکمه شیفت رو نگه میدارم، تمام نقاطی که واسه تغییر ضخامت ایجاد کرده بودم جابجا میشن. پس میام یه بار دیگه توضیح بدم. ابزار وید تول انتخاب میکنیم، میتونیم هر قسمت از حاشیه‌مون رو انتخاب کنیم، ضخامتش رو تغییر بدیم. اگه دکمه Alt رو نگه داریم، میتونیم ضخامت‌های متفاوتی در دو طرف حاشیه ایجاد بکنیم و اگر شیفت رو نگه داریم، میبینید؟ میتونین کل اون نقاطی که تو حاشیه ایجاد کردین رو جابجا کنین. خب این از ابزار وید تول. خب من اینو پاکش میکنم و یه مستطیل جدید ترسیم میکنم. ابزار بعدی رپ توله و شورتکاتش شیفت و آر هستش، یعنی من اگر شیفت و آر رو روی دکمه کیبوردم بزنم به این ابزار دسترسی پیدا میکنم. خب میایم باش کار کنیم. میبینید؟ میتونم این شکلم رو دفرمه کنم. اگر Alt رو نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید، اگر Alt رو نگه دارید میتونید شکل اون قلمی که باهاش دارین چیزی که طراحی کردین رو دفرمه میکنید رو تغییر بدید. حالا اگه به همراه Alt Shift رو نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ میبینید؟ با یه تناسب یکسان اون قلمتون بزرگ یا کوچیک میشه و میتونم اشکالم رو دفرمه کنم. خب این از ابزار رپ تول. دوستان میتونید بقیه ابزارهای این قسمت رو هم امتحان کنین و تقریبا شبیه همین ابزار رپ تول هستش و نیازی نیست که واسه همه همین توضیحاتو بدم. شما میتونین تک تکشون رو امتحان کنین چون خیلی شباهت داره به ابزار رپ تول. خب من یه مستطیل دیگه میکشم و میرم سراغ ابزار بعدی، ابزار Free Transform Tool. شورتکاتش حرف ای هستش. من انتخابش میکنم. من وقتی که این ابزار رو انتخاب میکنم، این گوشه برای من یه پنجره کوچیک باز میشه با چند تا ابزار. این ابزار به ما کمک میکنه که شکلمون رو، جاشو و فرمشو یکم تغییر بدیم. مثلا من وقتی این
ابزار پری ترانسفورم رو انتخاب میکنم. وقتی میام رو قسمت های وسط اضلاع مستطیل موسم رو قرار میدم، میبینیش آیکون موسم، یا بهتر بگم شکل موسم تغییر میکنه، و وقتی که روی نقاط وسط کلیک میکنم و جابجا میکنم، ببینید قشنگ شکلم رو کج میکنم، و این از خاصیت این ابزار هستش. قسمت بعدی پرسپکتیو دیستورتر. این چه کمکی به ما میکنه؟ وقتی من روی این ابزار کلیک میکنم، بهتره این شکلم رو پاک کنم، یه شکل جدید بکشم و دوباره ابزار پری ترانسفورم تول رو انتخاب کنم و برم سراغ این ابزار. این ابزار به ما کمک میکنه که وقتی یک نقطه از شکلمون رو انتخاب کنیم، از لایه متقارنش شروع کنم به همون حالت تغییر شکل دادن. یعنی اگه من این قسمت رو به سمت داخل بکشم، ضلع متقارنش هم همون تغییرات توش ایجاد میشه. اگه به سمت بالا بکشم، ضلع متقارنش همون تغییر توش ایجاد میشه. خب ابزار بعدی چه کمکی میکنه؟ از همین پنجره کوچیک یه ابزار دیگه وجود داره به اسم فری دیستور. این ابزار به ما کمک میکنه که فقط همون نقطه‌ای که انتخاب کردیم رو جابجا کنیم. برای اینکه راحت‌تر متوجه بشین، خب من یه شکل دفرمتر طراحی میکنم. فکر کنم خوب باشه. بعد میرم دوباره سراغ ابزار فری ترانسفورم تول و دوباره فری دیستورت رو انتخاب میکنم. نگاه کنید، این ابزار اینجا بهتر خودش رو نشون میده و شما راحت تر متوجه میشین. خب این از ابزار فری ترانسفورم تول. خب میریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی پاپت ورب توله. این ابزار به ما کمک میکنه که شکلمون رو مثل عروسک ها دفرمه کنیم، یعنی واسهش نقاط مختلف ایجاد کنیم و اون نقاط رو راحت کنترلشون کنیم. برای توضیح راحت‌تر، مثلا من یه مستطیل بزرگ میکشم و یه مستطیل دیگر رو به عنوان بازوی عروسکم ترسیم میکنم. یه سرم براش بذارم بینش. خب فکر کنید این دوتا شکل بازوهای عروسک هم هستن. خب کافیه این ابزار رو انتخاب کنم و بعد میبینید این ابزار این شکلم رو مشگذاری میکنه و این امکان رو میده که من شکلم رو دفرمه کنم و مثل کاراکترهای عروسکی توی انیمیشن ها بازوی عروسکی که طراحی کردم رو حرکتش بدم. و شما همینطور میتونید تو نقاط مختلف بازوی عروسکتون نقاط جدید ایجاد کنید و اون نقاط رو کنترل کنید. دور هر نقطه‌ای که انتخاب میکنید یه خدچین دایره شکل ایجاد میشه که اگه موستون رو ببرین روش، میتونین اون نقاط رو بچرخونید. و همینطور اگه شیفت رو نگه داریم و چند نقطه رو سلکتش کنیم، میبینید شما میتونید همزمان چند نقطه رو کنترل کنید. این ابزار یه ابزار فوق‌العاده تو نرم افزار ایلاستریتوره که نمونهش توی نرم افزار فتوشاپ هم هستش. خب امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنین و برامون کامنت بذارین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.